ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام علیکم صدق کمولا. منم مردت میشم. چطور؟ بلی 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 یه عمر غلامی تو میکنم بهجت. بله 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 نفهمیدم. کی گفته بدون اجازه من باز خود تو تصمیم بگیریم؟ اگه قرار شما ها غلامی کنیزی هم دیگره بکنین، باز وضعیتون رو کاملا روبرو کنین. کلی تشریفات داره. شما گفتین تموشی را بکاره. خرید رفتن داره، خرت و پرت خریدن داره، دنبول دیمبول را انداختن داره. در کلی کارهای دیگه حالا اونا روم نمیشه بگم. دوزیم. آره؟ پسر جوانی که تو خانواده یه مرفعی زندگی میکنه وقتی پدر و مادرش رو تو مرحله جدایی میبینه با یه سلسله ماجرا ترتیبی میده که اونا اختلافاتشون رو فراموش کنن و زندگی تازه‌ای رو در کنار هم شروع کنن. بخش هایی از فیلم عروسک پشت پرده رو با هم تماشا میکنیم. چرا نمیشینی؟ مشروب نریز، من حالم خوب نیست. بخور عزیزم بخور. نه نمیکنم. چرا؟ محض اعقاف؟ یعنی چی؟ تازگی از جوانی یاد گرفتم. خب من رفتم دیگه، من فکر میکنم دیدن نلازه. چی میگی؟ مگه دیوونه شدی؟ نه دیوونه نشدم. پس چی؟ حتما زیرتر بلند شدی. آقه جوانه؟ آقه پول داره؟ همه چی که با پول نمیشه خقی. برو تو هم امروز مسخرگیت گل کرده. بخور عزیزم بخور. بخور. این بچه های پدر سوخته تو کوچه دارن سوت میزنن. بخور. نه اصرار نلازم نمی کنم. بلم کن. آقا جونم چرا یه دفعه اینجوری شدی تو؟ بلم کن. بذار برم. کجا میری؟ به تو مقبود نیست آقوبا. چی آقوبا؟ تو دیوونه شدی؟ نه تازه من امروز عاقل شدم. لازم تازه خل شدی. نه به تو مقبود نیست. خدافز آقوبا. من دیگه تو دوست ندازم. خدافز. توی فیلم دزد سوم ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوسه و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجب دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شده اگه گوادش میگرفت چه جوری میشد؟ همه که مثل تو نیستن. ده ببینم دفعه چندومه که دوزی میکنی؟ سیوم. پس سابقه داری؟ آره یه دفعه 20 تومن از جیب آقام زدم، یه دفعه زنبوری تکه معلوم رو بلند کردم فروخت. همین؟ نه خیلی این 50 درصد 4,600,000 تومن. چه پولی. ببینم تو دفعه چندومه تو؟ دفعه اول. اینجایی بابای آدم دروغگو. شما دوتا کت آرسنگ رو کنه پشت برخی. من نه، اون همه کاره اونه. پر تو چی کاره این؟ فعلا یدکش. چه یدکش. ببینم خاطر فامیلت هم. من تو خونه ی عموی اون به دنیا اومد. مادرم خدمتکارشون. بی حکمت نیست که به هم میگن ابی آرتیز. از همون اول تو چشات خوندم که تو هم مال طبقه مایی. ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن. دو برادر سعی میکنن بچه های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن، ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور اینکه اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده از این کار خودداری میکنن. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یا
یه دستم پلیسش بزنم. آقور رو تو شما به قول شاعر میگه که اینجور بولا از گلوی ما پایین نمیره، آدم پول بگیره خرابکاری کنه عروسی به هم بزنه در مرام مامی این بولا استخون میشه و اینجا تو عقب موندم. فرشته نجات من برو بقلم برو فرشته نجات بی فرشته نجات موتورم اوراق شده اوراق نشده بزنید که روسم نیسته بزن نمیشه صبر کن دیدی تو موتور روسم نمیشه من دو بزن شب کن من جا بودم فامیلا کیسو انتقام بیتری انتقام بیتری. فیلم کاسب‌های محل که تو سال 1348 ساخته شده از این قراره که نجار محل با دختر پولداری آشنا میشه و بهش دل میبنده. پشمند نجار، کفاش و تربار فروش محل هم گرفتار عشق میشن. مشکل اینجاست که پولدار بودن دخترها مانع رسیدن این کاسب‌ها به عشقشون شده. بخشایی از فیلم کاسب‌های محل رو با هم تماشا میکنیم. سلام داداش اومدی؟ یار خانوم من اکبرم، اومدم حالتونو بپرسم. پس داداشم کجاست؟ داداشم اومده؟ والا راستش واسه یک گرفتاری پیش اومده. تو نی من اومدم بهتون بگم که داداشتون فردا میو. اکبر آقا جون خواهش میکنم به هم بگین اگه براش اتفاقی افتاده منم باید بدونم. تو رو خدا بیش از این ناراحتم نکنی. نداره جون، حالش خوبه خوبه. اگه داداشم پهلوم نباشه انگار من نیستم. تو رو خدا اونو بیاریم پیش من. من بهتون قول میدم که تا فردا پیداش بشه. رازی من بازد خانکی آوردم پرتقال خوابری نداره.